طلا اخیراً مرز 2000 دلار رو هم رد کرد و به قله تاریخیش خیلی نزدیک شد، اما علارغم بعضی از پیشبینی ها نتونست این قله رو پشت سر بگذاره. در آینده دور و نزدیک چه چیزی در انتظار طلا خواهد بود و آیا این پیشبینی ها به حقیقت خواهد پیوست؟ بهزاد بهمن نژاد برامون توضیح میده. خب برای آینده نزدیک بهترین راه اینه که به نظرسنجی کیتکو رجوع کنیم، جایی که از کارشناسا و معامله‌گرها راجع به روند طلا در هفته جدید سوال شده. بین کارشناسا حدود 19 کارشناس شرکت کردن، کاملا میبینیم که به دو شق مساوی تقسیم شدن، 8 نفر سعودی، 8 نفر هم روند این هفته طلا رو نزولی ارزیابی کردن. اما بین معامله‌گرها خوشبینی بیشتره. بین 665 نفری که از معامله‌گرها در توییتر نظرخواهی شده، 57% روند سعودی رو برای این هفته طلا پیش بینی کردن. اما اگر بخوایم ببینیم که این کارشناسا با چه استدلالی راجع به طلا صحبت میکنن، ما از سه گروه، یعنی سعودی، روند خونسا و روند نزولی نظرات رو آوردیم. آقای آدریان دی در واقع اعتقاد داره که میگه من در کوتاه مدت هرچند که ممکنه بگم که طلا روند خونسایی داره، اما میگه فقط الان مسئله اینه که زمان استارت سعودی کیه. استدلالش هم اینه که در واقع اوضاع بحران مالی در آمریکا شدید هست و فدرال رزرو مجبور قبل از اینکه به تارگت 2% تورم برسه سیاست انقباضی رو رها بکنه و این یک برد بزرگ برای طلا خواهد بود. یعنی اونجا جاییه که میگه بعید میدونه، حالا از نظر ایشون، که در واقع یکی دو هفته بیشتر طول بکشه تا طلا دوباره اوج بگیره. اما آقای در واقع نیوسام اعتقاد داره که تحلیلگر ارشد بارچارت هست، میگه که من خیلی بدم میاد که نظر خونسا بدم در نظر سنجی، اما میگه که فعلا محرک جدی در کوتاه مدت راجع به طلا پیش بینی نمیشه و در چه روند خونسا خواهد بود. اما آقای جیمز استنلی پیش بینیش اینه که در واقع شاخص دلار اثر کاهشی بر طلا خواهد داشت، افزایش شاخص دلار منجر به کاهش طلا خواهد شد و طلا احتمالاً میگه این هفته به زیر 2000 دلار برمیگرده. میگه جایی که من انتظار دارم 1981 دلار حمایت خوبی از طلا صورت بگیره. اینجا جاییه که بین کارشناسا اختلاف هست، اما عمدتاً شورت ترم طلا، کوتاه مدت طلا رو بین 1950 تا 2050 دلار پیش بینی میکنن. در بلند مدت همچنان خوشبینی ها نسبت به طلا بیشتره. دلیل اصلیش هم اینه که در واقع محرک های متنوعی هست راجع به افزایش قیمت طلا، که اونجا میگه که بازار طلا در وضعیت در واقع قراردادهای آتی هم نشون میده که قراردادهای بلند مدت تر، مثلا قرارداد ماه دسامبر حدودا 7 ماه آینده، در قیمت های 2070 دلار داره معامله میشه، در حالی که قراردادهای کوتاه مدت نزدیک 2020 دلار داره معامله میشه. اما اگر بخوایم نیروهای اثرگذار بر طلا رو در هفته آینده بررسی کنیم، مهمترینش روند شاخص دلار خواهد بود. همیشه میدونیم در شورت ترم این دوتا با هم رابطه معکوس دارن. موضوع دوم اختلاف نظر میان برخی اعضای فدرال رزرو هست با انتظاراتی که در بازار وجود داره. طبق دات پلات یا اون انتظارات اعضای فدرال رزرو عمومش، در واقع اون چیزی که بازار انتظار داره، ماه ژوئن، یعنی همین ماه پیش رو، پایان سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو خواهد بود. اما بعضی از اعضای فدرال رزرو میگن که ما هنوز کور سی پی آی، یعنی اون در واقع تورم هسته، زیر 5% نیومده و در نتیجه باید سیاست انقباضی رو ادامه بدیم. اختلاف نظر کنگره و کاخ سفید درباره افزایش سقف بدهی دولت آمریکا موزل جدیه که ددلاینش اول ژوئنه، یعنی حدوداً دو هفته دیگه، و اگر مثل اواخر هفته آقای بایدن نتونه با کنگره به توافق برسه، ممکنه موزلات سنگینی برای در واقع اقتصاد آمریکا به وجود بیاد و دولت برای اولین بار در تاریخ آمریکا نکول بدهی داشته باشه.
و در پایان آمارهای اقتصادی مهمی که این هفته اثر گذارن، تولیدات صنعتی چین، آمار بیکاری، خرده فروشی و بخش مسکن آمریکا، و از همه مهمتر سخنرانی رئیس فدرال رزرو هست که روز جمعه همچنین رئیس بانک مرکزی بریتانیا و رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا این هفته اثرگذاری جدی داره بر قیمت طلا.